سر گس، رئیس تیم بریتانیا در مذاکرات اتمی با ایران روز چهارشنبه 6 آذر با هدف ایجاد هماهنگی با دولت اسرائیل درباره مراحل بعدی گفتگوهای اتمی با ایران وارد اسرائیل شد. اسرائیل سرسختانه ترین موضع علیه توافق هسته‌ای امضا شده با ایران را در پیش گرفته و نخست وزیر این کشور این پیمان را اشتباه تاریخی نامیده و گفته است اطمینان دارد که ایران با وجود این پیمان مانند کره شمالی همچنان به مسیر برنامه اتمی خود تا دستیابی به بمب اتمی ادامه خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه خبر دادند نتانیاهو در پی دریافت پیام‌های علنی و محرمانه از سوی رهبران جهانی که از انتقادهای او از پیمان اتمی با ایران خشمگین شدند، ادامه این تلاش‌ها را به پشت پرده منتقل می‌کند.